آره نمیدونم دیگه بچه هایدشو دادن، بعد به هر دلیلی هممون موافقت کردیم، همینه که هست دیگه. و بریم سراغ گیمری باشمون. سلام همگی، من رضاام، خیلی خوش اومدیم به این قسمت گیمر ماشو. اولین خبرمون که همون آخر هفته پیش اومدش اینه که من این جمله رو خیلی گفتم، سویساید اسکواد که یادتونه، کیل جاستیس لیگ، این جمله اصلا تو ذهن من هک شده. این بازی آشغال، اوکی ببخشید باید بگم همون جوری که هستشو باید بگم، همین گفتن آره قراره تاخیر بخوره، از همون موقعی که شوکیسشو داشت تو پلی استیشن گفتن که نه قراره تاخیر بخوره، قراره تاخیر بخوره و تاخیر خورد واسه بار چندم، فاکن 20م، الان قراره بیفته 13 بهمن امسال، یعنی نزدیک 10 ماه. اوکی این اصلا چیز نرمال نیست که بازی وقتی نزدیک به ارزشه و تا الانم چندین تا شوکیس داشته یهو آخرش بگن خب بذار نزدیک یه سال بندازیمش عقب. راستش نمیدونم دقیقاً چقدر قراره اون اند پروداکت تغییر بکنه، یعنی قراره خیلی بخشای اصلی بازی رو تغییر بدن که درصدش خیلی کمه، نمیدونم، یه ذره مثلا میخوان روش کار بکنن که یه ذره جلوه قشنگتری داشته باشه. در هر صورت دارم بهتون میگم این بازی مرده، هیچ امیدی بهش نیست. یه کشتیه که در حال چیز کردن، رفتم شیپ کردن، سینکینگ، یه بازی چندین سال پیش اومده بود از آقای کلیف بلیزینسکی، همون سازنده بازی گیرز آف وار به اسم لا بریکرز. بعد من یادمه همون موقع که تریلراش اومد و حتی عرضه شد واسه من خیلی جالب بود. حالا درسته بعدها اصلا مچ واسش پیدا نشد و ایشکی بازیش نکرد و کلن سرورها شد تعطیل کردن، ولی جالب به نظر میرسید، در همین حد میگم. حالا این هفته این کلیف آقا گفتن که از طرف وکیلش، نمیدونم چرا، ولی یه خبری بهش رسیده در مورد این بازی و گفته که stay tuned، یعنی آماده باشید، انگار که مثلا حالا نمیدونم یه خبری قراره از این بازی بیاد، یعنی که دوباره قراره برگرده، یعنی که شماره دوش قراره بیاد، نمیدونم، ولی یه خبری از این بازی لا بریکرز ما قراره بشنویم به زودی. اوکی، شرکت سگار که میشناسید، سونیک و اینا، این هفته شرکت روویو که همون شرکت سازنده بازی انگری بردز، بازیای معروف انگری بردز رو به قیمت 776 میلیون دلار خریداری کرد. دلیل این کارش هم این بوده که سگا دوست داره توی صنعت بازی‌های موبایلی هم فعالیتش رو بیشتر کنه، از اونجایی که فرانچایزایی مثل سونیک، پرسونا داره. سونیک اصلا خوراک بازی موبایلیه، باید خیلی روش تمرکز بیشتری کنن و در کل با عقلم جور در میاد این خریدشون دیگه، از اونجایی که بازی انگری بردز روی موبایل خیلی معروفه. و نگران نباشید، قرار نیست بازی مورد علاقه انگری بردزتون از بین بره و دیگه نتوید بازی کنید، ساپورتش ادامه پیدا می‌کنه، فقط الان خریداری شده این شرکت. و شاید در آینده اول که بازی رو باز میکنید و اوپن میکنید، به جای اینکه لوگو روویو رو ببینید، از این به بعد لوگو سگا رو ببینید. اوکی، شرکت بانجی داره روی کلی پروژه جدید کار میکنه، از روی همون جاب لیستینگ ها یا شغل هایی که میخوان بگیرن معلومه. اولیش چپتر یا همون ساگای بعدی بازی دستینیه، آخرین چپترشون، چپتر بعدی یعنی که فاینال شیپ هستش، بعد از اونم قراره باز چپترهای دیگه ادامه پیدا کنن که اینو خودمون میدونستیم. یه سری اسپیناف های دیگه هستن که یکیش احتمالاً یه چیزی تو مایه های رویند کینگز بازی لیگ آف لجندز باشه روی موبایل، که مثلا ما داستانی رو دنبال میکنیم. دو تا پروژه دیگه هم دارن، یکیش کد نیمش متره که گفتن یه شوتر سوم شخص واسه پلی استیشن قراره باشه، یکی دیگه هم دارن کد نیم یا همون اسمش ماراثونه که یه آی پی قدیمی کنسل شده واسه بانجی بوده، گفتن قراره شبیه تو مایه ها و سبک اکستراکشن شوتر باشه مثل بازی دی ام زی مثلا. و در کل به نظر میرسه که بانجی خیلی داره، یعنی برنامه داره که تو سالهای آینده بازی های زیادی رو همینجوری اکسپاند کنه و بده بیرون. اوکی، بریم سراغ اخبار کوتاه هفتگی، بخش اخبار کوتاه هفتگی گیمر ماشو، بریم سراغ اخبار کوتاه هفتمون. بازی گولم گولد شده، یعنی ساختنش تکمیل شد، همینطور بازی دیابلو 4 هم گولد شدش
و اینکه کارگردان فیلم مورتال کمبت گفته که فیلم برداری قسمت دوم این فیلم قرار از تیر شروع بشه و تا شهریور هم تموم میشه و احتمالش هست که تو همین سال ما این فیلمو بگیریم. خب این اخبار این هفتهمون بودن، امیدوارم دوست داشته باشید این اخبارو. نمیدونم چرا هر دفعه همش همینو میگم. میتونید اگه اخبار خاصی بود ما کاورش نکردیم یا اخبار مورد علاقه این هفتهتون رو واسمون کامنت کنید. همین، من رضا بودم از گیمری ما. خدا نگهدار.